جواد ظریف، احتمال پیروزی مجدد ترامپ را بالا می دانم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رژیم ایران به دوره جدیدی از دروغ پراکنی رسانه‌ای ادامه می دهد. جوان ارگان سپاه پاسداران جنایتکار رژیم خطاب با آخوند یزدی و آخوند لاریجانی. فیلتر شکن نصب کنید و ببینید چگونه آبروی نظام را چوب حراج زده اید. جواد ظریف طی سخنانی در جمع عوامل و مزدوران رژیم در سوئد احتمال پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات سال آینده این کشور را بالا دانست و مایوسانه گفت احتمال پیروزی مجدد ترامپ را بالا می دانم. به افسود احتمال اینکه ترامپ 4 سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد زیاد است. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت رژیم ایران به دوره جدیدی از دروغ پراکنی رسانه‌ای خود با تلاش برای به تصویر کشیدن خود به عنوان قربانی و نه اصلی ترین حامی تروریسم ادامه می دهد. دروغ گفتن به رسانه‌های آمریکا تاکتیک‌های باجگیری و رفتار بی‌ثبات کننده این رژیم را پنهان نخواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به عملیات شناسایی و اطلاعاتی در خلیج فارس ادامه می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت تعداد نیروهای آمریکایی که در منطقه حضور دارند بین 65 هزار تا 70 هزار نفر هستند. پنتاگون همچنین اعلام کرد توان بازدارندگی آمریکا پیام‌هایی را برای رژیم ایران به همراه دارد. روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران طی مقاله‌ای خطاب به آخوند یزدی و آملی نوشت فیلتر شکن نصب کنید و ببینید چگونه آبروی نظام را چوب حراج زدید. در قسمتی از مقاله ارگان وابسته به سپاه جهل و جنایت آخوندی با ابراز وحشت آمده است شرایط کشور از لحاظ اقتصادی مناسب نیست. این مردم دیگر ظرفیت باز شدن پنجره‌های جدید برای چالش را ندارند. باید گفت وقتی از سخنرانی تند و بی سند علیه دیگری فارغ شدید، پس سر بلند کنید و شبکه‌های مخالف نظام را نگاه کنید. ببینید چگونه با کلید واژه‌هایی که شما دست دشمنمان داده اید، گزارش می‌نویسند و ذوق زدند از آنچه آن را جنگ قدرت می‌نامند. نشیمان خامنه‌ای یک زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند. وی که امین زنگن نام داشت، صبح روز یکشنبه 27 مرداد در شیراز اعدام شد. این زندانی از سال 94 در زندان محبوس بود. رژیم آخوندی روز پنجشنبه 24 مرداد نیز یک زندانی را در زندان نجف‌آباد و یک زندانی را روز چهارشنبه 23 مرداد در زندان مرکزی کرج به دار آویخت. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه و به دنبال یک سخنرانی طولانی در سنا استعفای خود را اعلام کرد. وی با این استعفا به ائتلاف 14 ماهه حزب جنبش 5 ستاره و حزب لیگا پایان داد. جوزپه کونته در سخنرانی خود در مجلس سنا با انتقاد شدید از معاون خود ماتئو سالوینی رهبر حزب لیگا او را آغازگر بحران و عامل سقوط نامید.